این کار حق من هست، 8 سال من خدمت کردم، زحمت کشیدم و بدون دلیل اخراج شدم. منم اخراج شدم، منم استراحت بکنم. هنوز تعطیله. واقعیت این هست که این نوع خشونت در جامعه ما هست، این که یک خانواده رو از حق خوردن نان هم محروم بکنیم، این در واقع این به نظر من نهایت خشونت در مورد یک خانواده هست. درسته زندان خشونت هست، درسته شکنجه خشونت هست، سلول انفرادی خشونت هست، ولی قربانی اون یک نفره، همون فردی که همه این بلاها سرش میاد. ولی مسئله مثل اخراج در واقع خشونت رو به حوزه خانواده ها کشوندن، به تعداد اعضای اون خانواده گرفتار این خشونت میشن و این خشونت ها پنهان اوریان نیست اما پیچیده است. بنابراین این نامه رو نوشتم، خیلی خودم خیلی شرمگین بودم که اگر امکانی برای علنی کردن نامه ای دارم از اون امکان برای خودم استفاده بکنم. ما میدونیم که قربانیانی در سالهای گذشته وجود داشتن که حتی اگر جونشون هم از دست دادن اما هرگز هیچ نام و نشانی از خودشون بر جای نذاشتن، هیچ کس برای اونها نامه‌ای ننوشت و هیچ کس برای اونها همراهی نکرد و واقعا خودم خیلی شرمم میومد که در مقابل یک چنین هزینه‌های سنگینی که جامعه میده برای خودم نامه بنویسم. ولی واقعیت اینه که توی کتاب مقاومت مبارزه زندگی مال میشل بنسایق که یک مبارزه دورگه فرانسوی آرژانتینی هست، یه بخشی از نامه یک زنی هست که میگه که من مورد تجاوز قرار گرفتم و خیلی مدت‌ها به این فکر کردم که آیا من این رو بگم یا نگم. بعد فکر کردم اگر این فقط تجاوز به من به عنوان یک من تنها بود، خب صرف نظر می‌کردم، اما این تجاوز به زنانگی من هست و من هرگز در مقابل اون نمیتونم سکوت بکنم. و من هم واقعا به این نتیجه رسیدم که اگر اخراج من بود، حتی اگر قربانیان اون دو تا فرزند کوچیک من هستن که خب میشد صرف نظر کرد مثل خیلی از حقوق دیگه که میگیرن و نمیتونیم هیچ کاری هم بکنیم، اما واقعیت اینه که این حقوق شهروندی ماست. ما برای اینکه حقوق شهروندی رو بتونیم نهادینش کنیم توی کشور خودمون، توی این سرزمین خیلی بلاکش که سالهاست داره مبارزه میکنه برای یک چنین حقوقی که در خیلی از جوامع به رسمیت شناخته شده، ما به خاطر این دیگه نمیتونیم کوتاه بیایم. برای پیگیری کارم به وزارت اطلاعات مراجعه کردم و اونها اعلام کردن که چنانچه فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح ادامه پیدا بکنه، من بیشتر از این متحمل محرومیت‌های دیگه‌ای خواهم شد، از جمله اخراج از کار. اما متأسفانه بعد از حوادث اخیر، بعد از انتخابات، این تهدیدها بیشتر شد و نهایتاً این که اعلام کردن بعد از این تذکری در کار نخواهد بود و اونها اقدام به اخراج من و محرومیت‌های بیشتر از جمله بازداشت خواهند کرد. سال 85 بچه دار شدم و سال 78 هم با تغییر رحمانی ازدواج کردم. این قول دومه. قول اول من علی بود. و این خیلی به نظر من ظالمانه و خیلی کثیف هست که بچه ها قربانیان این کشمکش های قدرت بشن. و من خیلی متاسف هستم، البته این رو میگم، ولی به نظر میرسه که دولت در عرصه اخلاق، انسانیت و جوانمردی که ویژگی های ما ایرانیان هست، بسیار بسیار بد عمل میکنه و متاسفانه خیلی ظالمانه عمل میکنه و عمدن اتفاقا، چون توی بازجویی ها به من میگفتن که ما میدونیم که همسر شما هیچ وقت شغل نداشته، شما دوتا بچه کوچیک دارین، مثلا میدونیم که شما مستأجر هستین، مثلا میدونیم که حتی درآمد شما خیلی کم هست. و من خیلی متاسفم که وقتی وارد عمل میشن با علم به این که این رفتار ما چه آسیبی از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر عاطفی، از نظر روانی به این خانواده ها وارد میکنه، اما خانواده ها رو قربانی قرار میدن. من سال 80 وارد شرکت بازرسی مهندسی ایران شدم و چند ماه بعد رسمی شدم، حکم استخدام گرفتم. موقع فضا خیلی بهتر بود، فضای دوران اصلاحات بود و سختگیری هایی که الان وجود داره اون موقع وجود نداشت. میگم علارغم این که سال 82
برخوردی با من شد توی شرکت مبنی بر اینکه اون موقع در واقع خواستاری بودن که من اخراج بشم، ولی مقاومت میشد توی شرکت ها، یعنی خیلی از مدیر عامل ها نمیپذیرفتن و حتی درخواست وزارت اطلاعات رو در خیلی جاها من شنیده بودم موافقت نمیکردن. مدیر عاملمون قبل از اخراج از من خواست که من خودم استعفا بدم و گفتن که اگر خودت استعفا بدی ما میتونیم حق و حقوق و مزایا و امتیازات در واقع همین اقتصادی رو بهت بدیم، که خب با توجه به اینکه استعفا معنای خاص خودش رو داره، یعنی فرد داوطلبانه میخواد کارش رو ترک بکنه و با این که یه نفر به زور آدم رو بخواد از پشت میزش بیرون بکنه خیلی فرق داره، من حاضر نشدم که این کار رو بکنم. من امروز 9/9/88 که دادخواستی رو به اداره کار دادم مبنی بر اینکه حق بازگشت به کار رو میخوام. اگه حق بازگشت به کار من در واقع به هم داده نشه، من قصد دارم که این شکایت رو از طریق دیوان هم پیگیری بکنم.